حالت مفعولی مستقیم یا همون حالت در واقع اکوزاتیف در زبان آلمانی به چه صورت هست؟ دوستان، زمانی که ما میگیم که مثلا کیف قهوه‌ای هست یا مثلا کیف قهوه‌ای رنگ است، اینجا کیف در واقع فاعل ما هست. اما اگه ما بگیم که من یک کیف قهوه‌ای رنگ را میخرم، در اینجا خب من فاعل هست و کیف قهوه‌ای رنگ دیگه مفعول هست. یعنی در واقع چون اینجا یک عملی که عمل خریدن هست صورت میگیره در موردش، بنابراین دوستان این حالت در واقع حالت مفعولی است. یا زمانی که مثلا میگیم علی به مدرسه میرود، علی فاعل هست، علی کاری رو داره انجام میده. اما اگه بگیم من علی را میشناسم، اینجا دیگه علی مفعول هست، چون بر روی علی در واقع کاری صورت میگیره. خب دوستان دقت بفرمایید، تنها اتفاقی که در حالت مفعولی میفته این است که آرتیکل اسم مذکر دیگه به جای اینکه در باشه دن هست، و اگر بخوایم یک اشاره کنیم دیگه آین نیست بلکه آینن هست. پس آرتیکل اسم مذکر دن هست یا آینن، و طبیعتا اگر بخوایم در واقع آرتیکل منفی یا هیچ رو استفاده کنیم دیگه به جای کاین باید بگیم کاینن. پس دن، آینن، کاینن، بقیه آرتیکل هایش تغییر نمی کنن. یعنی خونسا همون داس هست، مؤنث دی هست و جمع هم دی هست در حالت مفعولی. خب اما ضمایر مفعولی چه اتفاقی براشون میفته؟ خب در حالت مفعولی دوستان ما در واقع ضمایر رو به این صورت داریم: مرا، تو را، او را، ما را، شما را و آنها را. خب دوستان مرا در زبان آلمانی میش هست، همونطور که مشاهده میفرمایید میش یعنی مرا، میش، دیش یعنی تو را، دیش تو را، این او را، اویی که مذکر هست این هست، و اس تغییری نمیکنه دوستان. منظور از ام که مقابل این نوشته شده ماسکولینوم یعنی مذکر هست، و مقابل اس نوشته شده ان که ان همون نویتا یا خونسا هست، و اف